ویروس‌های ذهنی و خرافات قدیم و جدید همیشه از جاهایی وارد شدن که بیشتر مردم اطلاعات کمی در موردش داشتن. یه نمونهش مربوط میشه به پروژه‌ای به نام هارپ که بعضی ها معتقدن اتفاقاتی مثل زلزله یا تغییرات آب و هوایی دلیلش همین پروژه هارپه. بعضی هم که تخیل قوی تری دارن فکر میکنن ازش برای کنترل ذهن مردم دنیا استفاده میشه. امروز میخوایم موضوع هارپ رو کاملا بررسی کنیم، ببینیم واقعیت چیه. این برنامه با حمایت مالی فیوتک ساخته شده، شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک تو پروژه‌های زیادی از سراسر دنیا استفاده میشن، از جمله پروژه‌های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد میکنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست. خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، دلیل اصلی ایجاد پروژه هارپ یک کلمه بوده: ارتباطات. کاری که هارپ انجام میده اینه که پرتوهای رادیویی فرکانس بالا رو میفرسته به سمت یونوسفر و گرمش میکنه تا تأثیر یونوسفر روی پرتوهای رادیویی رو بهتر بشناسه. اما برای اینکه بیشتر وارد جزئیاتش بشیم، اول باید یه نگاه کوتاه بندازیم به ساختار اتمسفر زمین. خب جو یا اتمسفر سیاره ما از سطح زمین شروع میشه و هر چقدر بیشتر فاصله میگیریم، رقیق‌تر میشه. یعنی یه مرز مشخصی نداره، کم کم محو میشه. 99% فقط از 2 گاز نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده. تمام گازهای دیگه مثل هیدروژن، کربن دی اکسید، بخار آب، اینا همشون رو هم فقط 1%. حالا ما اومدیم به لایه‌های مختلفی تقسیمش کردیم، ولی خب یه مرز دقیقی بین لایه‌ها نیست. پایین‌ترین لایه معروف به تروپوسفر که حدود 75% کل اتم‌ها و مولکول‌های اتمسفر تو همین لایه نازک جمع شده و تغییرات آب و هوایی هم همینجا اتفاق می‌افته. بعدش لایه استراتوسفر شروع میشه که هم خیلی رقیق‌تره هم آروم‌تر. برای همین محل مناسبیه برای حرکت هواپیماها یا بالون‌های هواشناسی. لایه اوزون داخل همین استراتوسفر تشکیل میشه. بعدی معروف به مزوسفر که بیشتر شهاب‌سنگا تو این لایه میسوزن. برای همین غلظت موادی مثل آهن و پتاسیم و بقیه فلزات توش نسبتاً زیاده. بعد از اون لایه ترموسفر شروع میشه که خیلی از ماهواره‌ها تو همین لایه دور زمین میچرخن. آخریش هم اگزوسفره که به شدت رقیق و سرده. اما تو این ویدیو کاری با این 5 لایه اصلی نداریم. با یه لایه متفاوت کار داریم به نام یونوسفر. پرتوهای پر انرژی خورشید مثل ایکس و فرابنفش زمانی که به مولکولای اتمسفر برخورد میکنن بهشون انرژی میدن. در نتیجه الکترون‌ها برانگیخته میشن و بعضی‌هاشون از اتم‌ها جدا میشن. بنابراین یه ترکیبی از الکترون‌های آزاد و یون‌های مثبت ایجاد میشه که تعدادشون تقریباً تو فاصله بین 50 تا 500 کیلومتری خیلی بیشتره. به این محدوده میگن لایه یونوسفر که هر بخشیش تو یکی از اون لایه‌های اصلی قرار میگیره. زخامت یونوسفر شدیداً متغیره. همیشه اون سمتی از اتمسفر که به طرف خورشیده، یونوسفرش ضخیم‌تره چون پرتوهای بیشتری دریافت می‌کنه. اما با از بین رفتن نور خورشید، یون‌ها و الکترون‌های آزاد دوباره با هم ترکیب میشن و اتم‌های خنثا به وجود میاد. حالا این یونوسفر اصلا چه اهمیتی داره؟ میدونیم که برای ارتباطات بی سیم از امواج رادیویی استفاده می‌کنیم با فرکانس‌های مختلف. زمانی که یه پرتوی رادیویی وارد یونوسفر میشه، با الکترون‌های آزاد برخورد میکنه. الکترون‌ها این پرتو رو جذب میکنن، بعدش دوباره همونو منتشر میکنن. با این تفاوت که پرتوی جدید ممکنه توی زاویه دیگه منتشر بشه. هرچی فرکانس این پرتو بیشتر باشه، زاویه شکسته شدنش کمتر میشه. برای همین پرتوهای رادیویی که فرکانس بالایی دارن میتونن از یونوسفر رد بشن. اما هرچی فرکانس کمتر میشه، مقدار شکستگی پرتوها بیشتر میشه، طوری که از یه جایی به بعد دیگه امواج رادیویی نمیتونن از یونوسفر رد بشن، دوباره برمیگردن به سمت زمین. انگار به یه آینه خیلی بزرگ برخورد میکنن و بازتاب میشن. البته غیر از فرکانس، به زاویه تابش هم بستگی داره. این موضوع هم برای پرتوهایی برقراره که از زمین میرن به فضا، هم اونایی که از فضا میان به زمین.
ما الان به شدت داریم از همین خاصیت یونوسفر برای ارتباطات مختلف رادیویی استفاده می‌کنیم، چون پرتوها رو برای ما خمیده می‌کنه و باعث میشه بتونیم به نقاط دورتری ارسالشون کنیم. اما یونوسفر همیشه هم مفید نیست. میتونه رو ارتباط ما با ماهواره ها اثر بذاره یا دقت سیستم موقعیتیابی جی پی اس رو کمتر بکنه، چون بعضی از پرتوهای رادیویی رو میشکنه، بعضیاشون رو ضعیف میکنه یا باعث میشه تأخیر داشته باشن. این پایین آوردن کیفیت ارتباطات مخصوصا برای کاربردهای نظامی مشکلات زیادی ایجاد میکنه. مثلا آمریکا کشتی‌ها و زیردریایی‌های زیادی تو کل دنیا داره که می‌خواد دائما با اینا یه ارتباط با کیفیت داشته باشه. پس شناخت دقیق‌تر یونوسفر خیلی می‌تونه کمکش کنه. این نیازها باعث شد که اوایل دهه 90 میلادی نیروهای دریایی و هوایی آمریکا یه پروژه‌ای پیشنهاد کردن برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد یونوسفر. اسم این پروژه رو گذاشتن هارپ، که کوتاه شده این عبارته: برنامه تحقیقاتی شفق فعال فرکانس بالا. سال 1993 عملیات ساخت شروع شد و تا 1999 طول کشید با نزدیک 300 میلیون دلار هزینه. مکانش هم اطراف یه منطقهی به نام گاکونا تو آلاسکا انتخاب کردن، چون هدفشون این بود که تعاملات بین یونوسفر و امواج رادیویی رو بررسی کنن. پس لازم بود تا جایی که میشه از شهرها دور باشن تا تداخلی بین این پرتوها ایجاد نشه. یه خوبی دیگهش این بود که نزدیک قطب شمال بود و میتونستن شفق قطبی هم مطالعه کنن، چون ارتباط نزدیکی با یونوسفر داره که جلوتر توضیح میدم. پروژه هارپ کارش رو با 48 تا آنتن فرستنده بزرگ شروع کرد، اما الان تعدادشون خیلی بیشتر شده. رسیده به 180 تا آنتن توی زمین بزرگی به وسعت 120 هزار کیلومتر مربع. عملکردش اینجوریه که از مرکز کنترل که توی این قسمت قرار گرفته، جریان برق میره به سمت آنتن‌های فرستنده. این آنتن‌ها هم یه مقدار خیلی زیادی پرتوهای رادیویی پرقدرت با فرکانس بالا می‌فرستن به سمت آسمون. زمانی که این پرتوها با الکترون‌های آزاد داخل یونوسفر برخورد می‌کنن، بهشون انرژی میدن و باعث میشن جنبش این ذرات بیشتر بشه. در نتیجه این الکترون‌ها با اتم‌ها یا الکترون‌های دیگه برخورد می‌کنن و دمای اون بخش از یونوسفر بالا میره. بعدش با تلسکوپ و بقیه تجهیزات نوری که تو این قسمت قرار گرفتن، اتفاقاتی که میفته رو رصد میکنن. مثلا بررسی میکنن که اون بخشی از یونوسفر که برانگیخته شده دقیقا چه رفتاری از خودش نشون میده، چه نوری منتشر میکنه، رو امواج رادیویی چه اثری میذاره. هر نوع اطلاعاتی میتونه شناخت ما از یونوسفر رو بیشتر کنه. پس در واقع کاری که پروژه هارپ انجام میده اینه که یه بخشی از یونوسفر رو عمدن تحریک میکنه تا رفتارش رو مطالعه کنه. خوبیش اینه که میتونیم فرکانس‌های مختلف رو بفرستیم، ببینیم برای هر کدومشون چه اتفاقی میفته. زمان آزمایش هم کاملا در اختیار خودمونه. میتونیم بارها تکرارش کنیم تا نتیجه دقیقاً مشخص بشه. در کل دستمون خیلی بازتره نسبت به اینکه فقط بخوایم اتفاقات طبیعی رو بررسی کنیم، چون یونوسفر همونطور که دیدیم در طول شبانه روز تغییرات خیلی زیادی داره. یه موضوع دیگه اینه که هارپ کمک کرد شفق قطبی رو بهتر بشناسیم یا حتی خودمون شفق قطبی مصنوعی تولید کنیم. در مورد این پدیده قبلا صحبت کردم، اما اینجا هم یه توضیح کوچولو میدم. خورشید غیر از پرتوهای الکترومغناطیسی مقدار زیادی ماده هم از خودش منتشر میکنه که بیشترش الکترونه، اما ذرات دیگه‌ای مثل پروتون یا هسته هلیوم هم داخلش وجود داره. این ذرات که انرژی و سرعت خیلی زیادی دارن معروفن به باد خورشیدی. وقتی به زمین نزدیک میشن، چون بار الکتریکی دارن، تحت تأثیر میدان مغناطیسی زمین قرار میگیرن و کشیده میشن به سمت قطب‌ها. اونجا وارد یونوسفر میشن و به شدت با اتمهای جو برخورد میکنن. در نتیجه انرژی زیادی میدن به این اتمها که باعث میشه برانگیخته بشن و از خودشون نور منتشر کنن. هر عنصری هم نور مخصوص خودشو داره. مثلا اتمهای اکسیژن نور سبز منتشر میکنن یا نور اتمهای نیتروژن قرمز رنگه. این نورها همون شفق قطبی هن.
پرتوهای پر انرژی هارپ هم میتونن اتمای اکسیژن داخل اتمسفر رو برانگیخته کنن و مجبورشون کنن به انتشار نور سبز. اینجوری تونستیم شفق مصنوعی بسازیم. یه نکته دیگه هم که کمتر بهش توجه میشه اینه که هارپ تنها گرم کننده یونوسفر تو جهان نیست. اروپا هم یه دونه داره به نام ایسکات که داخل کشور نروژ قرار گرفته. روسیه هم خودش یه دونه داره به نام سورا. اما مسئله اینه که هیچ کدومشون قدرت هارپ رو ندارن. برای همین معروف شده به قوی ترین گرم کننده یونوسفر جهان. خب حالا که فهمیدیم هارپ دقیقاً چی هست و چی کار میکنه، میتونیم بریم سراغ تئوری‌های توطئه‌ای که بهش نسبت دادن. البته تعداد این شایعات اونقدر زیاده که نمیشه از همشون صحبت کرد. به هر حال وجود یه مجتمع نظامی دورافتاده تو آلاسکا با تعداد زیادی آنتن‌های عجیب غریب تبدیلش کرده به محل مورد علاقه نظریه پردازای توطئه. شاید یکی از معروفترین شایعاتی که در مورد هارپ وجود داره بحث زلزله باشه. مخصوصا بعد از اینکه یکی از رئیس جمهورای قبلی ونزوئلا، هوگو چاوز، این شایعه رو مطرح کرد که زلزله سال 2010 هائیتی دلیل اصلیش پروژه هارپ بوده. این باعث شد خیلی ها با وجود اینکه هیچ دانشی از زلزله و طرز کار هارپ نداشتن، شروع کنن به حمله و دشمنی با این پروژه. تو ویدیوی مربوط به زلزله در مورد دلایل این پدیده توضیح دادم. زلزله وحشتناک هائیتی با حدود 250 هزار نفر کشته، دلیلش گسلی بود که بین صفحه کارائیب و صفحه آمریکای شمالی وجود داشت. از ساییده شدن این دوتا صفحه به همدیگه، این زلزله عظیم 7 ریشتری ایجاد شد. اما یه موضوعی وجود داشت که شایعات رو تقویت می‌کرد. پرتوهای رادیویی فرکانس بالایی که آنتن‌های هارپ می‌فرستن به یونوسفر، یه بخشیشون بعد از برخورد با الکترون‌ها با فرکانس خیلی پایین‌تر برمی‌گردن به سمت زمین که معروفن به پرتوهای ELF یا فوق‌العاده کم فرکانس. از طرفی هم بعضی از ماهواره‌ها مثل ماهواره ژانگ‌هنگ چین که دنبال پیدا کردن یه ارتباطی بین زلزله با یونوسفر و میدان‌های الکترومغناطیسیه، نشونه‌هایی پیدا کردن که قبل از اتفاق افتادن بعضی از زلزله‌های بزرگ، مقدار این پرتوهای ELF تو اون منطقه بالا رفته. پس هارپ پرتوهای ELF تولید می‌کنه. قبل از اتفاق افتادن بعضی از زلزله‌ها هم این پرتوها مشاهده شدن. برای همین این باور ایجاد شده که هارپ باعث ایجاد زلزله میشه. اما مشکل اینجاست که همیشه هم اینجوری نبوده. یعنی ماهواره ها در مورد بعضی از زلزله ها نتونستن پرتوهای ELF پیدا کنن. در کل این قضیه خیلی پیچیده تر از چیزیه که به نظر میاد. یه نکته مهمی هم که وجود داره اینه که پرتوهای ELFی که هارپ تولید میکنه از نظر قدرت و دامنه خیلی ضعیف‌تر از چیزی هن که بتونن باعث ایجاد زلزله رو زمین بشن. از اون طرف هم پرتوهایی که هارپ میفرسته به یونوسفر در برابر پرتوهایی که خورشید به طور طبیعی میفرسته به این لایه خیلی ناچیزه. پرتوهای خورشید اونقدر زیاده که فقط تو چند ساعت یونوسفر رو از این رو به اون رو میکنه. حالا ما فکر میکنیم با گرم کردن یه نقطه کوچیکش میتونیم یه همچین اثرات بزرگی رو زمین بذاریم. تازه همین گرم کردن هم اونقدر دوام نمیاره که بتونه کار خاصی بکنه. خیلی زود از بین میره. در مورد همین زلزله اخیر ترکیه هم کلی حرف و حدیث تو اینترنت منتشر شد که میگفتن دلیلش هارپ بوده. اما خب فقط در حد حرف بود. هنوز هیچ کس نتونسته شواهد قانع کننده براش پیدا کنه. باز یه تئوری دیگه‌ای که مطرح می‌کنن استفاده از هارپ برای کنترل آب و هواست. از بارش برف و بارون گرفته تا ایجاد خشکسالی یا سیل یا گردباد و طوفان. خب اول همین ویدیو دیدیم که پدیده‌های آب و هوایی تو لایه اول اتمسفر اتفاق می‌افتن، یعنی تروپوسفر. عوامل زیادی تو تغییر آب و هوا نقش دارن که خیلی هم بحث پیچیده‌ایه، ولی یه دلیل مهمش همین گرمای خورشیده که باعث ایجاد جریان‌های هوایی میشه. پرتوهای رادیویی هارپ هیچ اثری روی لایه تروپوسفر یا حتی استراتوسفر ندارن، چون تو این لایه‌ها تعداد الکترون‌های آزاد و یون‌ها اونقدر زیاد نیست که تو لایه یونوسفر هست. اما از همه عجیبتر اینه که بعضی ها معتقدن با استفاده از هارپ ذهن آدم ها کنترل میشه، که خب این یکی دیگه واقعا تخیل محضه.
شبیه همون داستان واکسن کرونا که داخلش چیپ‌هایی بود برای کنترل ذهن. این ایده توسط یکی از مخالفای سرسخت هارپ مطرح شد به نام نیک بگیچ، پسر نماینده آلاسکا تو کنگره آمریکا. جالب اینجاست که این آدم دکترای طب سنتی داره که مدرکش رو به صورت آنلاین از هند گرفته. یاد اون ماجراهای روغن بنفشه و شطور و سوزوندن کتابای پزشکی افتادم. خلاصه اینکه این شایعات و تئوری‌های توطئه اونقدر ذهن مردم رو مسموم کرد که حتی بعضیا تصمیم گرفتن به تأسیسات هارپ حمله کنن و از بین ببرنش. در نهایت سال 2014 نیروی هوایی آمریکا تصمیم گرفت پروژه رو تعطیل کنه. اما از اون به بعد هارپ در اختیار دانشگاه آلاسکا قرار گرفت برای انجام تحقیقات علمی. الان هم یه مکان محرمانه نیست. هر سال تابستون مردم عادی میتونن واردش بشن و ازش بازدید کنن. نظریه پردازای توطئه معتقدن که پشت پروژه هارپ یه هدف شیطانی وجود داشته. اما هیچ کدومشون نیومدن حرفشون رو با دلیل و مدرک اثبات کنن. جوری که هیچ کس نتونه ردش کنه. البته این پروژه شکست نخورده. همچنان داره به مطالعه اتمسفر زمین ادامه میده. اما به نظرم این سنگ انداختن‌ها سر راه علم سرعت پیشرفتمون رو حسابی کم میکنه. تمام ویروس‌های ذهنی همین کارو میکنن.